جمع شده ورزگر تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی اینجا با من در گزارش مهرزاد اشاره شد که تقابلی است بین آیت الله خامنه ای و حسن روحانی آیا حرفایی که الان مطرح شده این تقابل رو آشکارا توضیح میده دقیقا اینطور هست یعنی حتی قبل از این هم این تقابل کاملا آشکار بود در دو سال گذشته به شکل بی سابقه ای این وضعیت به یک در واقع روند معمولی بدل شده که به عنوان مثال آقای روحانی صحبتی بکنه کمی بعد آقای خامنه ای بیاد و در یک تریبون پشت یک تریبون عمومی در در واقع دیدارهای عمومی خودش به صورت علنی پاسخ او رو بده یا برعکس آقای خامنه ای صحبتی رو بکنن و بعد کمی بعد آقای روحانی به اون صحبت ها جواب بدن این موضوعاتش هم گسترده است از بحث مذاکرات هستی شما بگیرید تا مثلا بحث آموزش زبان انگلیسی در مدارس از تفسیر و تعویل حوادث و ماجره های صدر اسلام بگیرید تا صحبت ها و منظور و مراد آقای خمینی از حرفایی که در گذشته زده یعنی در همه موارد چه بر سر سیاست ها و روی کرد ها چه بر سر در واقع تفسیر قانون یا تفسیر در واقع مبانی که معتقد هستن به اونها مثل مسائل صدر اسلام این اختلاف وجود داره منطقه مهمتر از اون که این اختلاف وجود داره این تقابل علنی هستش که در واقع صورت میگیره ما در دوره های قبلی هم دوره قبلی ریاست جمهوری شاهد اختلاف نظر و تقابل دو جایگاه رهبری و ریاست جمهوری بودیم اما مثلا فرسونی در دوران آقای خاتمی این اتفاق به ندرت یا اصلا نیفتاد یا به ندرت که اگر آقای خامنی صحبتی میکنن آقای خاتمی بیا جواب بدن در دوره آقای احمدی نژاد در مواردی در دورانی که رئیس جمهوری بود نه بعد از ریاست جمهوری و ولی در دوران آقای روحانی کاملا به یک وضعیت معمولی الان بدل شده اینا. اشاره کردید که این رابطه انتقادی خب سابقه طولانی داره مونتا خب به جایی هم خواهد رسید سرانجامی هم خواهد داشت به نظر نمیاد که یکی از طرف ها بر اساس آنچه که تا الان دیدیم کوتاه بیاد. قطعا این اتفاق نخواهد افتاد به دلیل اینکه کوتاه اومدن اون یکی از طرفین به معنی پذیرش شکست است و پذیرش اینکه دیدگاه مقابل برتری پیدا کرده الان به نظر نمیرسه که توازن قوا این گونه باشه حتی در مثلا وضعیت مثل انتخابات وقتی خب نتیجه آرا انتخاب میشه به حال نظر اکثریت مشخص میشه میبینیم هنوز این اختلاف نظر این تقابل به شدیدترین شکل خودش ادامه پیدا میکنه حتی تا کار به اونجا میرسه که آقای خامنه ای به عنوان مثال میان و میگن که دستگاه مرکزی یعنی دولت دوچار اختلال هست نمیتونه کارش رو درست انجام بده و به این پیروان خودش که از اونها به عنوان افسران جنگ نرم یاد میکنه دستور میده به عنوان فرماندی اونها که آتش به اختیار هستن حالا این که خود این اصطلاح خب به هر حال بحثای بسیار زیادی رو برانگیخته که منظور چه است ولی به هر حال حداقلش این هستش که در واقع داره به طیفی از هواداران خودش میگه که در انتقاد از دولت این دیگه حداقلش هست در انتقاد از دولت منتظر دستور نباشن آزاد هستن که در هر جایی هر شکلی که میخوان به در واقع این انتقادها رو متوجه دولت بکنن بنابراین میبینیم که نه تنها در رأس هر دو این تقابل رو آشکار میکنن بلکه به نوعی دست کم از طرف آقای خامنه این خاصی شده که طرفدارانش پیروانش کسانی که او اونها رو افسران خودش مینامه بیان و در این تقابل در واقع مشارکت فعالتری پیدا بکنه ممنونم از جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران در بی بی سی.